حالا بشنوید از وضعیت انتر نظام که رکورد خالی بندی هاشو توی مصاحبه شکوند و رسید به سقف دقیقه یک دروغ. آش اونقدر شور شد که یکی دیگه پا برنده پرید وسط حرف ماموچاخان و شستش گذاشتش کنار. خودتون ببینید. ما بشونیم دیگران بخوام برای ما حرف بزنن؟ ما باید اقتصاد اول دنیا باشیم. میتونیم باشیم. این ثروت ماست. من یک چهارمشو مثال زدم برای شما. یکم اینه تا اینکه این دیوانه هست، این عالم نیست، قاطی کرده. من گفتم فقط یه چهارمشو. 30,000 میلیارد به خدا ایران ظرف 5-6 سال خودشو به پای کشورهای پیشرفته دنیا میرسونه. دستن در اقتصاد در کشاورزی. برو خالی نبن، برو ما تو رو میشناسیم، برو تو این کاره نیستی، از اهل حرفا نیستی، نکون باز کردی. چه خبر میشه ایران؟ چه خبر میشه؟ ما یه گوشه یه بودجه رو گذاشتیم تو فناوری فضایی. به چه اتفاقی افتاده؟ الان رفتیم تو فضا ثبت کردیم خودمونو. یه ذره اینا چربش کنیم، بچه های ما ظرف 3-4 سال موجود زنده رو حتما میفرستن آسمون. میبرن تو آسمون و بچه های ایرانی هم اینا همون فیش را بازه. یه برای آقا چیم، ما رو رنگ نکن. البته محمود شاخان پروتر از این حرفات که با این بادا بلرزه. و برای این که یه دروغ رو جا بندازه اون رو اونقدر تکرار میکنه تا به واقعیت تبدیل بشه، مثل این خاطرش از مسافرتش به نمایشگاه اکسپو در شانگهای که اون رو عین یک تجربه تو خیلی از سخنرانی‌هاش تکرار میکرد. نمایشگاه شانگهای بود، خیلی ها رفتن اونجا، روز ملیشون رو برگزار کردن، ما هم رفتیم. شاید تنها ملتی که مسئولش اونجا حضور پیدا کرد و همه مردم اونجا از این مطلع شدند ایران بود. همه خبر داشت. چنکی میگم من سوار تاکسی شدم، گفتم آقا چه خبر؟ گفت فلانی از ایران قراره امروز بیاد اینجا. میگم نظرت چیه؟ گفت طرفدار ایران. یکی دوتا.